به نام خدا عرض سلام و احترام دارم خدمت همه شما دکتر صاحبای عزیز، امیدوارم جور و صحتمند باشیم. فصل آخر فیزیولوژی سیستم عصبی مرکزی شروع میکنیم و در این فصل در مورد جریان خون مغز، مایع مغزی نخاعی و متابولیسم مغز انشاءالله صحبت میکنیم. فعالیت مغز بستگی زیاده به رسیدن کافی خون به مغز داره. وقتی جریان خون مغز قطع میشه، مدت 5 تا 10 ثانیه بعد شخص از هوش میره. یعنی 5 تا 10 ثانیه زمان و نرسیدن اکسیژن کافیه که باعث عدم هوشیاری در نزد شخص بشه. اینجا توجه کنیم که 50 تا 65 میلی لیتر به ازای هر 100 گرم نسج مغزی خون میرسه به مغز به هر دقیقه، یا به صورت مجموعی اگه بگیم 750 تا 900 میلی لیتر در هر دقیقه، که این مقدار تقریبا 15% دهانه قلبی در حالت استراحت تشکیل میده که یک میزان جریان خون بالایه و همونطور که گفتیم فعالیت مغز بستگی به رسیدن مقدار کافی خون لحظه به لحظه به مغز داره و قطع شدن جریان خون و عدم رسیدن اکسیژن مدت 5 تا 10 ثانیه میتونه که باعث از هوش رفتن شخص بشه. جریان خون مغز ارتباط تنگاتنگ با میزان متابولیسم مغز داره و این خصوصیت میفهم در دیگه انساج بدن هم وجود داره که میزان جریان خون از اینا بستگی به متابولیسم از اینا داره. عوامل متابولیکی که کنترل کننده میزان جریان خون مغز هم عبارت از غلظت کربن دای اکساید، آیون هیدروژن و غلظت اکسیژن. اعتقاد بر اینه که کربن دای اکساید خود به صورت مستقیم کنترل کننده میزان جریان خون مغز نیه. یعنی کربن دای اکساید ابتدا با آب یک جا میشه و کربونیک اسید میسازه، بعدن کربونیک اسید تجزیه میشه به بیکربنات و آیون هیدروژن و آیون هیدروژن اثر خور بر کنترل جریان خون مغز میگذاره و اثری هم طوریه که هرچی میزان هیدروژن بیشتر باشه افزایش در جریان خون مغز ایجاد میشه. مثلا هرچی میزان متابولیسم بالاتر باشه کربن دای اکساید بیشتری تولید میشه، هرچی کربن دای اکساید بیشتری باشه خب با آب ترکیب میشه کربونیک اسید بیشتر میسازه و هرچه کربونیک اسید بیشتر تولید شه تجزیه میشه و با هیدروژن بیشتر به دست میاد. به ترتیب هیدروژن باعث توسع اویه میشه و میزان جریان خون مغز زیاد میکنه. غلظت اکسیژن هم وقتی کاهش پیدا میکنه جریان خون مغز زیادتر میشه. هر حالتی که میفهمیم باعث ازش تخون رسانی کافی به مغز صورت نگیره، در این حالت غلظت اکسیژن در مایع کاهش پیدا میکنه و این کاهش غلظت اکسیژن باعث افزایش توسع اویه میشه و جریان خون مغز افزایش میده. پس کربن دای اکساید و آیون هیدروژن اگر زیاد بشن جریان خون مغز زیاد میشه، اکسیژن اگر کم بشه جریان خون مغز زیاد میشه. دیگه اسیدهایی هم که در جریان خون فعالیت زیاد یا متابولیسم زیاد تولید میشن مثل پایروویک اسید و لاکتیک اسید هم باعث افزایش جریان خون مغز میشن. مطالعاتی که صورت گرفته نشون میده که هر قسمتی که از مغز فعال باشه در همون قسمت جریان خون از این افزایش پیدا میکنه. مثلا وقتی ما یک فعالیت حرکی با دست خود انجام میدیم، دست در مشت میکنیم، نایهی از مغز که وظیفه حرکت دادن عضلات همی دست داره، اون نایه جریان خون از این افزایش پیدا میکنه. یا وقتی پا خود حرکت میدیم، قسمتی از قشر حرکی که وظیفه کنترل عضلات همون نهیل داره جریان خون از زیاد میشه. وقتی کتاب میخونیم و از حس دیدن خود استفاده میکنیم، جریان خون در ناحیه اکسیپیتال زیاد میشه. وقتی تفکر میکنیم، جریان خون در ناحیه پرفرانتال زیادتر میشه. به ترتیب هر قسمتی که فعالیت میکنه جریان خون همون نهیه به صورت مجزا افزایش پیدا میکنه. جریان خون مغز دارای خاصیت خود تنظیمیه.
در محدوده فشار 60 تا 140 میلی متر ستون سیماب، یعنی فشار میتونه به 60 میلی متر ستون سیماب برسه و جریان خون مغز تغییر چندان نکنه، یا فشار میتونه به 140 میلی متر ستون سیماب برسه و جریان خون مغز خیلی زیاد نشه، 60 بشه خیلی کم نشه و 140 بشه فشار خون، جریان خون مغز خیلی بالا نره. در افرادی که هایپرتنشن دارن خود محدوده خود تنظیمی از اینا زیادتر میشه و میرسه به 60 تا مثلا 180، 60 تا 200 میلی متر ستون سیماب. یعنی یک شخصی که سالهای سال فشار خون بالا داره میتونه فشار خون از 200 میلی متر ستون سیماب برسه ولی تغییر زیادی در جریان خون مغز از ایجاد نشه، یا میتونه فشار از 60 میلی متر ستون سیماب برسه و تغییر زیادی در جریان خون مغز از زیاد نشه. این میگیم خود تنظیمی. حالا اگر فشار به زیر 60 میلی متر ستون سیماب سقوط کرد، در این حالت از محدودی خود تنظیمی پینتر میه و جریان خون مغز شدیداً کاهش پیدا میکنه. اگر فشار خون بالاتر رفت از حد فوقانی خود، یعنی مثلا شد 220-240، این حالت ها در این حالت جریان خون مغز به صورت سری بالا میره که این باعث کشیده شدن ویدممی مغز میشه، میتونه منجر به عزیمای مغزی شدید و یا خونریزی مغزی شه که باز عزیمای مغزی و خونریزی مغزی تبعات وارد دارن، میتونن باعث سکته های مغزی بشن. سیستم عصبی سمپاتیک در کنترل جریان خون مغز نقش داره، طوری که در حالاتی که سیستم عصبی سمپاتیک به طور شدید تحریک میشه و ایدموی مغز تنگ میشن و از رسیدن جریان خون زیاد به مغز و فشار بالا روی مغز جلوگیری میکنن. مثلا وقتی شخص ورزش سنگین انجام میده، در این حالت سیستم عصبی سمپاتیک تحریک میشه و باعث تنگی و ایدموی مغز میشه، از رسیدن فشار بالا به شریه های مغزی اینو جلوگیری میکنه. ولی در حالات عادی، یعنی وقتی شخص به حالت استراحت و فعالیت سمپاتیک از این به مود درجه عادی حالت تونوس خونه، در این حالت جریان خون مغز توسط همو پروسه خود تنظیمی کنترل میشه تا میزان جریان خون مورد نظر و به حد معقولی به مغز تامین بشه. در صورتی که انصداد و یا پاره شدن در عروق مغزی ایجاد بشه، میتونه باعث به وجود آمدن سکته مغزی شه. شریه های مغز نسبت به شریه های سایر نقاط بدن نفوذ پذیری کمتر دارن، یعنی توسط پاهای گلیال یافته میشن که به مقابل کشش مقاومت میکنه، و همچنین آرتریول هایی که منتهی میشن به شریه های مغزی در نزد افرادی که دچار فشار خون بالا هم اینو زخیمتر میشه چه داره از ولی از اینا تا در وقت تحریک انقباض بیشتر ایجاد کنه و از رسیدن فشار خون بالا به شریه های مغز جلوگیری کنه. از نظر مقدار جریان خون، خب ماده سفید تقریبا شریه های از هم 4 برابر ماده خاکستری شریه های هم 4 برابر ماده سفیده و مقدار جریان خون از هم 4 برابر. تمام افراد مسن لااقل مقدار از انسداد در جریان خون مغز وجود داره، یعنی انسداد جریان خون شریانی به مغز دارن، و ولی او به اندازه‌ای نیه که باعث عذی بشه تا سکته ایجاد شه، و در 10% افراد انسداد جریان شریانی به مغز به اندازه شدید میشه که باعث وجود آمدن سکته مغزی یا استروک میشه. خب استروک یعنی سکته مغزی، اسکیمیک استروک یعنی سکته مغزی که به علت اسکیمی یا کاهش خون رسانی به مغز ایجاد شده. در اینجا میبینیم که یک پلک اتروسکلروتیک که در شریان یک از شریان های مغز وجود داره، در این ناحیه خون بند شده و لخته شده و این لخته مانع جریان خون به طرف قسمت مابعد شده، و وقتی خون به طرف نهی مربوطه که این شریان رو تغذیه میکرد نمیرسه، آثار استروک در رو بروز میکنه که میبینیم نسج مغزی که خون نرسیده
شروع به از دست دادن حیاتیت میکنه. در یک چهارم افرادی که دچار سکته مغزی میشن هموراجیک استروک ایجاد میشه. هموراجیک استروک یعنی سکته مغزی که به علت خونریزی ایجاد شده. در این حالت فشار بالا باعث پاره شدن یکی از عروق مغز میشه. وقتی رگ پاره شد خونریزی اتفاق میفته و او خون به نهی که میریزه نسج موزی تحت فشار قرار میده. با تعقیب از این خونریزی میخوایم که لخته میشه خون و باز هم خون لخته شده میتونه باعث انسداد اویی دموی نیز بشه. آثار عصبی سکته های مغزی به وسیله نهی مغزی که گرفتار شده مشخص میشه. آثار عصبی سکته مغزی ارتباط به ای داره که کدام یک از اویی مغز گرفتار شده، خون ریزی در کدام یک اتفاق افتاده و یا یک انسداد در کدام یک اتفاق افتاده. یکی از شایع ترین انسدادهایی که اتفاق میفته انسدادی که در شریان مغزی میانی اتفاق میفته، بخصوص شریان مغزی میانی طرف چپ که اگر درگیر شد در این حالت جریان خون به طرف نهی ورنیک هم کاهش پیدا میکنه، به طرف نهی بروکا هم کاهش پیدا میکنه و همچنان نوعی کنترل حرکی در همون نهی میتونه جریان خون از اینو متاثر بشه که به علت کاهش جریان خون در نهی ورنیک تقریبا به صورت کامل شخص دچار زوال عقل میشه، در صورتی که به نهی بروکا جریان خون یا متاثر بشه قادر به تکلم نیه و در صورتی که به نوعی عصبی کنترل کننده حرکات جریان خون قطع بشه فرج اسپستیک قسمت اعظم عضلات طرف مخالف بدن ایجاد میشه. اگر زاویه در نیم کره طرف چپ باشه عضلات طرف راست و اگر زاویه در طرف راست باشه عضلات طرف چپ دچار فرج اسپستیک میشن. در این شخص خب یک طرف از این کاملا نرماله، طرف چپ از این کاملا نرماله، طرف راست میبینه که دچار فلج از قسمت آرنج خم شدگی داره و دستی از این حالت اسپستیک حالت شخی در عضلات از این وجود داره، به نوک پنجه ها خور را میره و یا به یک طرف پا خود یعنی طرف بیرونی پا به زمین میگذاره و را میره در حالی که طرف چپ بدن از این کاملا سالم. خوب این شخص زایعه که در مغز از ایجاد شده زایعه به طرف چپ مغزه که عضلات طرف راست از این دوچار فلج اسپستیک شدن. این حالته که یک طرف بدن نرمال و یک طرف بدن دوچار فلج، این حالت میگیم هیمیپلیجیا. خب این اصطلاح ما گفتیم هیمیپلیجیا یعنی یک طرف بدن دست و پا فلج، حالتی که در این وجود داره دست و پا یک طرف فلجه. این هیمیپلیجیا گفتیم. به مقابل از این داریم مونوپلیجیا. مونوپلیجیا یکی از اندام ها از این فلج میشه. مونوپلیجیا یکی از اندام ها. پاراپلیجیا حالتی که خب پاها به تنهایی فلج میشن و دست ها نرمال هم. یعنی از این قسمت به پایین اینا فلجه، هر دو پا قسمت اندام های علوی از این نرمال هم. و به مقابل از دیگه داریم کوادروپلجیا. کوادرو یعنی هر چهار اندام از این فلج میشن، هم اعضای اندام های علوی و هم اندام های سفلی. هیمیپلجیا، مونوپلجیا، پاراپلجیا و کوادروپلجیا بستگی به اینکه وسعت زای در مغز به چه اندازه باشه تعداد اندام هایی که دچار فلج میشن متفاوت. بحث بعدی که میخوریم سیستم مایع مغزی نخاعی یا سربرو اسپاینال فلوید که به اسم CSF میشناسیم. حفره که مغز و نخاعی شوکی ریاضه میکنه دارای حجم تقریبا 1600 تا 1700 میلی لیتره که 150 میلی لیتر از این توسط مایع CSF اشغال شده و بقیه از این که
از این 1600 تا 1700 میلی لیتر بقیه از این توسط مغز و نخاع احاطه شده، توسط مغز و نخاع اشغال شده. مای مغز نخاعی به کجا وجود داره؟ مای مغز نخاعی به داخل بطینات مغز که دو بطین جنبی داریم، بطین سوم داریم و بطین چهارم. در بطینات مغز ذخیره ها و یا سیسترنه هایی که در اطراف خارج مغز وجود دارن و در فضای زیر انفلوتیا که در اطراف مغز و نخاع قرار داره یافت میشه. سیسترنه ها یا ذخیره‌گاه ها هم اجوافی هم که به داخل از اینا سیسه وجود داره و به فضای سبرک میوید در ارتباط هم، مثل سیسترنا مگنا، پوینتاین سیسترن، انترپیدنکولر سیسترن، کاروتید سیسترن، سیلویان سیسترن، اینا سیسترنا ها یا ذخیره‌گاه های هم که هم تا که گفتیم به داخل به فضای زیر عنکبوتیه اینا هم را پیدا میکنن. خب در این تصویر ما بطینات مغز میبینیم که دو بطین جنبی داریم، یک بطین سوم داریم و یک بطین چهارم. بطینات جنبی رو میبینیم که دو عددن، بطین سوم میبینیم که البته در نمای جنبی دیده شده، نمایش داده شده و ای در نمای قدمی. بطین سوم شد، بعد بطین چهارم فورت ونتریکل بین بطین سوم و بطین چهارم مجرایی که وجود داره به اسم سریبرال اکویدکت و بین بطینات جنبی و بطین سوم مجرایی که وجود داره به اسم انتر ونتریکولر فورامن نامیده میشه. همچنان سنترال کانال یا کانال مرکزی نخاع میبینیم که ادامه سیستم بطینی مغز و در وسط نخاع سیر میکنه و توسط موهای CSF پر شده که هم مواد غذایی به حجرات اپیدرمال میرسونه و هم عمل ضربه‌گیری داره که در محافظت نخاع میتونه نقش داشته باشه. به این تصویر ما سیسترنه های بزرگ اطراف خارج مغز میبینیم، سیسترنه سریبلو میدولارس، سیسترنه پونتس، سیسترنه انترپیدنکولارس، سیسترنه یا سمختن در این تصویر نشون داشته. خب خیلی وقتا سوال پیش میاد که مایع مغزی نخاعی یا CSF چی وظیفه داره؟ مهمترین وظیفه که مایع CSF داره اثر محافظتی برای مغز، یعنی عمل ضربه‌گیری داره که مغز با حالت معلق در مایع مغزی نخاعی وجود داره. یعنی از نظر وزن خو، از نظر وزن مخصوص خو، مایع مغزی نخاعی و مغز تقریبا یکسان، هم حدود 4% از هم دیگر اختلاف دارم، طوری که مایع مغزی نخاعی وزن بیشتری داره. این باعث میشه تا مغز به داخل مایع مغزی نخاعی به حالت شناور قرار داشته باشه و مغز به جای تنشین نشه روی ساختمان های سخته که ایر احاطه کردم نشینه و فشار بالینسج مغزی وارد نشه. خب این عمل محافظتی و معلق ساختن مغز در داخل مایع مغزی نخاعی باعث میشه تا هر وقت ضربه به سر میخوره، در صورتی که این ضربه خیلی شدید نباشه، مغز و مایع مغزی نخاعی همراه با هم حرکت کنن و آسیبی به مغز نرسه، یعنی مغز به محفظه جامد بده که اطراف از این وجود داره برخورد نکنه و آسیبی ایجاد نشه. گفتیم در صورتی که ضربه خیلی شدید نباشه. در کنار از این مایع مغزی نخاعی در تغذیه مغز و همچنین دفع مواد زائد از مغز نقش داره، چون میفهمیم که مایع سریبرو CSF یا سریبرو اسپاینال فلوید در نهایت به داخل سیستم وریدی تخلیه میشه و در دفع مواد زائد مغز
نقش داره. همچنین انتقال هورمون های عصبی از یک قسمت مغز به قسمت دیگه هم توسط مایه سی صفر تا حدود اجرا میشه و صورت میگیره. در صورتی که ضربه وارد شده به مغز خیلی شدید باشه، در این حالت در همون طرفی که ضربه خورده آسیب ایجاد نمیشه، بلکه به طرف مخالف از ضربه ایجاد میشه. این طرف ضربه خورده اما آسیب به قسمت مخالف از ایجاد میشه که این میگیم کانتر کوب. و در صورتی که به همون نحوی که ضربه خورده آسیب وارد میشه، این حالت میگیم کوب. گرچه هر دو تای از اینا میتونن با هم ایجاد شن، اما کوب معمولا وقت ایجاد میشه که یک شی میآید، یعنی یک شی در حال حرکت میآید به سر ساکن برخورد میکنه، کوب ایجاد میشه. یعنی به نحوی که صدمه وارد شده در تحت عضی ببینیم آسیبی ایجاد شده در مغز. اما کانتر کوب وقت ایجاد میشه که معمولا یک سری که در حال حرکت به یک شی ساکن برخورد میکنه، مثل از اینکه بریم سر و دیوال بخوره، به حالت معمولا کانتر کوب ایجاد میشه. یا اگه ما استاد باشیم و مثلا بیای سنگی چوبی چیزی به سر بخوره، در این حالت احتمال ایجاد کوب بیشتر از کانتر کوب. گرچه امکان داره که حالتایی باشه که هر دوی از اینو همزمان با هم دیگر هم اتفاق میفتن. خب درس امروز ما با شما همینجا کفایت میکنه. انشالله در جلسه بعدی راجع به تولید و جریان مایع مغزی نخاعی صحبت میکنیم.